يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أيزن دوا بابرجا بوسيلة رحمتك أستكمك مخاهم همي أمورم را إصلح فرما و مرا به اندازه یک چشم به هم زدن به حال خودم رها مکن. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به دخترش فاطمه رضی الله عنها این دعای خجسته را آموزش داد تا صبح و شام بخواند، دعایی که در آن امت به بهترین وجه توسط رسول اکرم صلی الله علیه و سلم توجه و تربیت شده که اصلاح همه امور زندگی خیش را از الله بخواهد و قطعا اصلاح عقیده و ایمان فرد در مورد الله و اسما و صفات وی بیش از هر چیز دیگری حائز اهمیت است. الله متعال متاسف به صفت زندگی و حیات است که با زندگی آفریده هایش قابل مقایسه نیست، چرا که او زنده است و هرگیز نخواهد مرد و بیدار است و هرگیز نخواهد خوابید. مشروعیت این دعا که الله متعال انسان را لحظه به حال خودش وا نگذارد، چرا که نفس آدمی وادار کننده به بدی هاست. چنان می فرماید این النفس لأمارة بالسوء، چرا که نفس قطعا به بدی امر می کند. هدایت در دست الله متعال است و انسان هیچ چاره جز متوسل شدن به الله ندارد. Hmm.